باورتون میشه توی شهر توکیو یک تقاطع وجود داره که توی هر چند دقیقه 2500 نفر ازش رد میشن؟ سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم عالی باشید. یه قسمت جدید از سری ویدیو دانستنی شهرها. این قسمت شهر توکیو شلوغ پلوغ پر از دانستنی و حقایق و عجایب باحال. امیدوارم بتونید 10 موردی که توی این ویدیو بررسی میکنیم رو تا آخر تماشا بکنید و اینکه بهتون بچسبه. اگر دوست دارید کلی دانستنی حقایق و عجایب دیگه یاد بگیرید، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته با عشق‌تر بکنید، سفر بکنیم به ژاپن، شهر توکیو و دانستنیاش. اولین نکته خیلی خیلی جالب در مورد شهر توکیو تعداد جمعیتش هستش. میگن یکی از شلوغ‌ترین شهرهای کل کره زمین هست و در حدود 38 میلیون نفر داخلش زندگی میکنن. نظم شهری خیلی خیلی خوبی داره که میتونن در کنار هم این تعداد خیلی خیلی زیاد زندگی بکنن. البته نکته دیگه هم توی قسمت‌های بعدی بهش اشاره میکنم که باز هم ربط داره به این نظم شهری و خب خیلی اهمیت بالایی داره. به عنوان دومین نکته، یک تعریفی وجود داره توی شهر توکیو با عنوان وندینگ ماشین. یک سری ابزار هستن که شما پول پرداخت میکنید بهشون و به صورت خودکار یک سری کالا رو شما میفروشن و حالا یک جاهایی میتونه غذا باشه و البته چیزهای دیگه. تعداد خیلی خیلی عجیب غریبی دارن توی شهر توکیو. میگن به ازای هر 23 نفر یه دونه از این وندینگ ماشین ها وجود داره. در کنار اون میگن اگر صرفا 12 متر توی توکیو راه برید حتما یه دونه از اینها میبینید و تعداد بسیار بسیار فضایی و نجومی از این وندینگ ماشین ها توی توکیو وجود داره. به عنوان سومین حقیقت خیلی خیلی عجیب در مورد شهر توکیو، خب به احتمال زیاد در حالت کلی میگید که خب وقتی یک شهری خیلی خیلی شلوغ باشه تعداد جرم و جنایت خیلی خیلی زیاد میشه. باید بگم که توکیو برخلاف این تعریف هستش و مقدار جرم و جنایت خیلی خیلی داخلش کمه و توی قسمت اول گفتم نظم شهری خیلی خیلی خوبی دارن. اینکه جرم و جنایت با وجود 38 میلیون آدم اینقدر پایین باشه نکته خیلی خیلی جالبیه. به عنوان نکته چهارم در مورد شهر توکیو برگردیم به تاریخش. میگن اولین بار توی سال 1600 بوده که یک چنین منطقه وجود داشته و اینکه اسمش هم ادو بوده، معروف بوده به دهکده ماهیگیرها، یعنی تعداد خیلی خیلی زیادی ماهیگیر اونجا زندگی میکرده. در حدود 200 سال بعد یعنی توی قرن 18 که تعداد جمعیت این شهر به 1 میلیون رسیده و خیلی خیلی شلوغ‌تر شده، این اسم رو براش انتخاب کردن و اینکه معنی اسمش هم پایتخت شرقی هستش و خب تعداد جمعیت خیلی خیلی زیادی هم بوده همون موقع، 1 میلیون نفر عدد بزرگیه. رسیدیم نکته پنجم. میگن توی حوزه خرید و فروش یک سری قوانین خیلی خیلی جالب وجود داره توی شهر توکیو. اگر بخواید خرید بکنید و اون مقداری که خریدید عددش از 5000 ین بالاتر باشه، شما باید یک مقداری رو به عنوان مالیات پرداخت بکنید. در کنار اون یه نکته وجود داره برای افرادی که مهاجر هستند و حالا اونجا زندگی میکنند به عنوان یک فردی که از خارج توکیو اومده. میگن این قانون وجود نداره برای شما، اینکه لازم نیست مالیات پرداخت بکنه. در کنار اینکه باید خودشون پرداخت بکنن، اینکه مهاجر نباید پولی پرداخت بکنه با عنوان مالیات، نکته خیلی خیلی عجیبیه. رسیدیم نکته ششم، شلوغ‌ترین و عجیب‌ترین تقاطع کل کره زمین که به احتمال زیاد توی فیلم‌ها و سریال‌ها تصاویرش رو دیده باشید. میگن توی هر باری که چراغ سبز میشه توی این تقاطع 2500 نفر آدم رد میشن. یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های کل کره زمین هست، ولی خب به نظرم نکته خیلی خیلی جالبیه و خب خیلی ها برای دیدن همین تقاطع به اون منطقه سفر میکنن. به عنوان هفتمین حقیقت خیلی خیلی جالب در مورد شهر توکیو به حالت طبیعی این شهر توکیو برسیم. اول اینکه تعداد زمین لرزه و سونامی خیلی خیلی زیاده، ولی خب دولت ژاپن یک سری کار انجام داده که واقعا عجیب غریبن. یک نمونهشو بخوام مثال بزنم، یک سری تونل خیلی خیلی بزرگ حفر کرده زیر این شهر، 5 تا هستن و اینکه میگن اگر سونامی اتفاق بیفته واقعا هیچ اتفاقی برای این شهر نمیفته و اون تونل ها میتونن اون مقدار آب اضافی که وجود داره رو رد بکنن از خودشون و اینکه خیلی خیلی نکته عجیب غریبیه و مهندسی خیلی خیلی پیچیده هم دارن این تونل هایی که ساخته شده. رسیدیم به نکته هشتم، باورتون میشه توی شهر توکیو هتلی وجود داره که تماما توسط ربات های داره میشه؟ هتل هننا اسمش یکم سخته، یکی از بزرگترین هتل هایی که کاملا توسط ربات ها داره میشه توی شهر توکیو. در کنار اون هم اضافه بکنم که میگن اولین هتلی هم
که یک چنین شرایطی داشته و 100% توسط ربات ها اداره می شده، این هم توی شهر توکیو هستش. به عنوان نهمین حقیقت عجیب در مورد شهر توکیو، باورتون میشه هل دادن مسافر داخل قطار هم شغل به حساب میاد و شما پول میتونید دریافت بکنید بابت یک چنین چیزی؟ همونطور که گفتم تعداد جمعیت توی این شهر خیلی خیلی زیاده و متروهاش ایستگاه های خیلی خیلی شلوغی داره. برای همین دولت ژاپن یک سری رو استخدام کرده که صرفا افراد رو داخل قطار مترو هل میدن و اینکه درآمدی هم دارن از این چیز. نمیدونم واقعا چه توضیحی بدم در مورد این انقدر شلوغی و انجام دادن کار اینها، ولی خب اینکه میتونید هل بدید یک سری آدم رو و پول بگیرید سر ماه بابتش نکته خیلی خیلی جالبیه. رسیدیم با آخرین مورد، دهمین نکته عجیب در مورد شهر توکیو. یک سری هتل وجود داره با عنوان هتل کپسولی. برای خودم خیلی سوال بود که خب اصلا یعنی چی هتل کپسولی؟ یک سری هتل خیلی خیلی خاص وجود داره برای افرادی که تنها هستن یا درآمد خیلی خیلی زیادی ندارن و میخوان پول کمی خرج بکنن. یک فضای خیلی خیلی کوچیک کپسول مانند تعبیه شده برای هر فرد و اینکه هر فرد مثلا میتونه چندین ساعت اونجا زندگی بکنه. خیلی خیلی نکته عجیب غریبیه. نمیدونم استفاده از این هتل ها چقدر هستش، ولی خب توی اون حجم از جمعیت وجود یک چنین اتفاقاتی عادی به حساب میاد. این بود 10 تا نکته خیلی خیلی عجیب در مورد شهر توکیو. امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و اینکه بهتون چسبیده باشه. اگر دوست دارید کلی دانستنی دیگه یاد بگیرید، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته با عشقتر بکنید. امیدوارم همیشه در زندگی خلاق و از انرژی مثبت کلی حال خوب و عشق باشید. این دو تا ویدیو رو دست ندید. خدا نگهدارتون.